دوربین به سرای کنش شما درس امروز ما درس ریاضیه. من پس امروز ما درباره جزوه نویسی کسر هاست. به سرای من در ادامه مبحث کسر ها به ضرب کسر ها رسیدیم. عزیزای من برای ضرب کسر ها دو حالت داره، یا ضرب کسر در کسر یا ضرب کسر در عدد صحیح. ببین برای ضرب کسر در کسر، در ضرب دو کسر بچه ها هم مخرج بودن اونها مهم نیست. مثلا سه ششم ضرب در دوازده دوم. بسران بکنید مخرج هاشون یکی نیست. شرط اصلی ما در جمع و تفریق کسر ها حتما هم مخرج بودن اونها بود. آیا در ضرب هم این شرط هست؟ نه بسران. در ضرب ما کاری بکنیم که مخرج کسر ها چی هستن نداریم. پسرای من برای ضرب دو کسر فقط باید نگاه کنیم که آیا این کسرها قابل ساده شدن هستن یا نه. چیزی که برای ما مهمه اینی که همین ابتدا کسرمون رو ساده کنیم. خب حالا پسرای من، ساده کردن کسر به چه صورته؟ حتما باید صورتها رو با مخرجها ساده کنیم. به هیچ عنوان صورت با صورت یا مخرج با مخرج ساده نمیشه. تمامی صورت ها، حتی اگر من در اینجا چند کسر دیگه داشتم، یعنی ادامه میدادم ضرب در ضرب در ضرب در چند کسر دیگه، باز هم تمامی این صورت ها با تمامی مخرج ها ساده میشد. اصلا مهم نیست که حتما آیا صورت باید در مخرج خودش یا مخرج مخالفش ساده بشه. صورت میتونه در مخرج خودش، در مخرج کسر بعدی و در مخرج کسرهای بعدی هم ساده بشه. خب الان همین کسر رو میخواییم ساده کنیم. چی کار میکنیم؟ در گام اول نگاه میکنیم، صورتها رو نگاه میکنیم. دوازده داریم، سه داریم، اعدادی هستن که برای اینها بخش پذیر باشن، قابل ساده شدن هستن. بله، سه با شش ساده میشه. آیا میتونم صورتشو با مخرج خودش ساده کنم؟ بله میتونم، هیچ محدودیتی در این مورد ندارم. خب سه میشه یک، شش هم میشه دو. تموم شد پسرها، میتونم جواب بنویسم؟ نه، باز هم میتونم ساده کنم. پسرها کسرها تا جایی که ساده میشن باید ساده کنیم و بعد به ساده ترین جواب برسیم. دو دوازده ساده میشن؟ بله ساده میشن. یک و شش، چرا؟ دو تقسیم بر دو یک، دوازده تقسیم بر دو شش، باز هم ساده میشن پسرها. بله شش با دو سه یک. الان چی؟ بازم میتونم ساده کنم؟ نه دیگه جایی برای ساده کردن ندارم. سه تا یک دارم و یکی سه، پس سه یکی سه تا، یک یکی هم یکی، جواب من شد سه. به ساده ترین جواب ممکن رسیدم. مورد بعدی پسرها، برای ضرب کسرها صورتها رو در هم و مخرجها رو در هم ضرب میکنیم. صورت با صورت، مخرج با مخرج. پسرها بیاید این نمونه رو ساده کنیم. 15 25 با هم ساده می کنیم. 15 و 25 تقسیم بر چند میشه پسرها؟ تقسیم بر 5 میشه 3 و این هم 5. باز هم نگاه می کنیم، 3 داریم، 5 داریم، 18. کدومشون با هم ساده میشه؟ با 18. 3 1 18 تقسیم بر 3 6. 12 6 ساده میشن؟ بله. 1 2 1 2 تا دو تا، یک پنج تا، پنج تا. چی کار کردم پسرها؟ یک دو تا صورت ها با صورت ها، یک پنج تا مخرج ها با مخرج ها، دو پنجم. دیگه ساده تر از این میشه؟ نه پسرها، دیگه از این ساده تر نمیشه. بریم برای ادامه مبحث. پسرها گلم در ادامه میرسیم به ضرب کسر در عدد صحیح. بعد دیگه ضرب کسر در عدد صحیح، ابتدا به عدد صحیح به مخرج یک میدیم و سپس صورت رو در صورت و مخرج رو در مخرج ضرب میکنیم. مثلا 3 پنجم ضرب در 4، 4 یک عدد صحیحه، پس ما چیکار میکنیم؟ بهش مخرج یک میدیم و اون رو تبدیل به یک کسر میکنیم. حالا 3 4 تا، 12 تا، 5 یکی هم 5 تا، 12 پنجم که میشه چی پسرها؟ 2 2 پنجم. خب پسرای من، چرا من اینجا صورت ها رو در صورت ها و مخرج ها رو در مخرج ها ضرب کردم؟ چرا قبلش ساده نکردم کسرمو؟ چون کسرم اصلا ساده نمیشد. برای ساده کردن باید نگاه کنیم، صورت ها رو 3 4، مخرج ها رو 5 1. آیا اعداد بر هم ساده میشن؟ 3 و 5 ساده میشه؟ نه.
سه با یک که خب نمیشه، همون میشه. چهار با پنج نه، و چهارم با یک نمیشه. پس کسری که ساده نمیشه، صورت ها در صورت ها و مخرج ها در مخرج ها رو ضرب میخوریم و مینویسیم. خب بسرا برای ضرب اعداد مخلوط حتما باید اینها رو به کسر تبدیل کنیم. بعد همی تبدیل به کسر شد، مثل ضرب کسرها ادامه بدیم. در اینجا بسرا 3 5 تا 15 تا با یک 16 پنجم ضرب در بسرا 3 4 تا 12 تا با 2 14 سوم. بسرا دیگه 16 و 3 با هم ساده نمیشن، 5 و 14 هم با هم ساده نمیشن. به همین صورت صورت در صورت ضرب میشه و مخرج در مخرج، که جوابش میشه 224 15م. صورت در صورت و مخرج در مخرج. خب بچه‌ها بریم برای ادامه مبحث کسرها. در ادامه مبحث کسرها پسرا میرسیم به جمع و تفریق اعداد مخلوط. پسرای گلم، اصل مهم در جمع اعداد مخلوط مثل کسرها هم مخرج بودن اعدادی است که میخوایم با هم جمع کنیم. در جمع اعداد مخلوط ابتدا به مخرج دو کسر نگاه میکنیم. پسرها دو حالت داره. اگر مخرج دو کسر برابر بود، اعداد صحیحش رو با هم جمع میکنیم، مخرج رو یکیش رو مینویسیم، صورتها رو با هم جمع میکنیم. چجوری پسرها؟ دو و سه پنجم به اضافه سه و یک پنجم چی داریم؟ دوتا عدد مخلوط. در نتیجه دوتا هم عدد صحیح داریم. پسرها مخرج ها رو نگاه میکنیم، دقیقا با هم برابر، هم مخرج کار ما رو راحت کرده. حالا چی کار میکنیم؟ اعداد صحیح رو با هم جمع میکنیم. دو، سه، پنج مینویسیم. هنوز ادامه داره. از مخرج هایی که مساوی هستن یک رو به عنوان مخرج مینویسیم، صورت ها رو با هم جمع میکنیم. سه و یک که میشه چهار. پسرهای من، زمانی که مخرج ها مساویه یعنی تکه های ما برابره، پس من راحت میتونم در تکه های برابر سه تکه رو با یک تکه جمع کنم که میشه چهار تکه از پنج قسمت. خب پسرها، حالا اگه مخرج ها برابر نبود، اگه مخرج ها برابر نبود باید چیکار کنیم؟ باید کسر رو ابتدا هم مخرج کنیم، بعد به صورت بالا انجام بدیم. چجوری؟ در اینجا پسرها 5 در مخرج بزرگتر بر مخرج کوچکتر بخش پذیره. این هم کار ما رو راحت میکنه. به محض اینکه دیدیم مخرج بزرگتر بر مخرج کوچکتر بخش پذیره، همین مخرج بزرگتر به عنوان مخرج مشترک خودمون مینویسیم. در اینجا پس باز هم دو سه رو با هم جمع میکنیم، 5 مخرج بزرگتر به عنوان مخرج مشترک مینویسیم. 5 ضرب در 2 شد اومده دست، 3 ضرب در 2 6 به اضافه 10 تغییری نکرده، 2 هم تغییری نمیکنه، میشه 5 و 8 دهم. پسرا میریم برای ادامه. پسرا پسرای گلم، در ادامه مبحث میرسیم به جمع عدد مخلوط با عدد صحیح. زمانی که یک عدد مخلوط و یک عدد صحیح رو میخوایم با هم جمع کنیم چه کار میکنیم پسرها؟ عددهای صحیح رو با هم جمع میکنیم، در اینجا 2 5 7 و بعد کسر رو کنارش مینویسیم، میشه 7 و 3 5. پسرها برای تفریق اعداد مخلوط، اصل مهم در تفریق مثل جمع بچه‌ها هم مخرج بودنه. پسرها پس نگاه کنید، در جمع و تفریق حتما برای جمع و تفریق کردن کسرها یا عددهای مخلوط باید کسرها رو هم مخرج کنیم، براشون مخرج مشترک بگیریم، اون هم از نوع کوچکترین مخرج مشترک. پسرها در تفریق اعداد مخلوط هم مثل جمعشون ابتدا باید به مخرجها نگاه کنیم. اگر هم مخرج بود، اعداد صحیح رو از هم کم میکنیم، دو منهای 3 1، بعد هم کسرها رو مخرجش رو مینویسیم چون مساویه، صورتها رو از هم کم میکنیم. اگر مخرج دو کسر برابر نبود پسرها، باز هم مثل جمع، این بار فقط اعداد صحیح رو از هم کم میکنیم، دو دو که خب میشه صفر، چیزی نمینویسیم. مخرج ها رو نگاه میکنیم، چون مخرج بزرگتر ما بر مخرج کوچکتر ما بخش پذیره، پس یکی رو مینویسیم، 5 ضرب در 2 شده، 3 دو تا هم 6 تا، منهای، این بار منهاست، منهای 10 که تغییری نکرده، 2 هم تغییری نمیکنه، مساوی است با 4 دهم. عدد صحیح هم که دیگه ندارم. خب پسرای گلم، درس امروز ما هم به پایان رسید. عزیزای من، حتما مباحثی رو که گفته میشه در دفتر خودتون یادداشت کنید. خدایا نگهدارتون.